کسی پشت سرم وایساده؟ یکی پشت سرم وایساده نه؟ احساس میکنم که پشت سرمه. پشت سرمه کسی؟ هست؟ بینندگان عزیز سلام و به علی جان شو خوش اومدید. با اینکه احساس میکنم یه نفر پشت سرمه، ولی این شروع شروع میکنیم. حدس بزنید کی با من امروز؟ یادتونه؟ صدای خنده‌اش اومد یک سال پیش. بابک جان یادتونه؟ بابک جان اومدیم با هم یه املت ژاپنی درست کردیم، اسپاگتی درست کردیم. آره. یه چیزایی امروز ولی میتونی حدس بزنی چی میخوام درست بکنیم؟ امروز میکنم میخوایم خورش به قارچ درست کنیم. نه چی قارچ میخوایم؟ قارچ پلو. قارچ پلو میخوایم درست کنیم. ایرانی همه چی با پلو درست میکنن دیگه. نه میخوام درست بکنیم، چیزای جالب میخوایم امروز درست بکنیم. بابک جان اول از همه حالت چطوره؟ عالی. تورنتو چطوره؟ عالیه. اونجا هم زدی که میخوام مسابقه بدیم. بله مونترال تورنتو این دیگه مسابقه شده. من بردم اصلا حرفش هم نزن. چرا حالا چی شد اومدی مونترال؟ من خوبم. امروز یه کار جالب میخوام بکنم. چیکار میخوایم بکنیم؟ تو همیشه مردم مصاحبه میکنی، ازشون میپرسی چی کار میکنن، دعواشون تو. امروز من میخوام این سوالو ازت بپرسم. تو علی جان؟ آره. من میشم علی جان نمیشم. تو میشم علی جان. ولی میخوام ازت سوال بپرسم که بقیه با داشتن میشن یه خودی میشن. من علی، تو بشو بابک جان. عمالی خوبه. عمالی خوبه. عمالی. باش. عمالی باش. خب من عمالی هم امروز. خب بابک جان. چی می‌خوای بپرسی؟ اولی کاری که می‌خوام بکنم قبل از اینکه سوالا شروع بکنیم، خب من تمام اینا رو بدم که آماده بکنی، چون امروز وقتمون خود کمه. بازم باید... آره، باید خیلی کمک بکنی. کمکم که باید بکنیم اینه که اول باید این قارچا رو پاک بکنی. خب امروز می‌خوام دو تا غذا با ماشروم درست بکنیم با قارچ. پاک کردن قارچ خیلی جالبه. خیلی می‌شورن. به قول ما ایرانی‌ها هر چی دستمون بیاد می‌شوریم اولش. خب اینا رو بشین به خاطر اینکه این خیلی مثل اسپانج میمونه، مثل اسپانج میشه ابر. آره. خیلی آب به خودش میگیره. خب وقتی بشوری خیلی آبکی میشه. نگه فشار بدی میبینی که خیلی آب داره. نیا کن دست منو پر آب شده. میبینی اینا رو؟ خب به خاطر اینکه خیلی آبکی نشه موقعی که سرخ بخوا بکنی با دستمال یا براش پاکش میکنن. یه دونه براش میگیرن بعد پاکش میکنن. خب یه گلی چیزی توش باشه چی؟ گل نیست. اینا خود خاک میشه. حالا من میخوام همه رو بدم دونه دونه پاک کنم. آره خیلی هم آسونه. همین که داریم پاک میکنیم. آره همین که پاک میکنیم میخوام فضولی کنم ببینم تو زندگی چه خبره. باش. اولین چیزی که از بخوام سوال بپرسم اینه که چجوری درس خوندی؟ چجوری اصلا تو کانادا اومدی؟ از کجا اومدی کانادا؟ من درس خوندم. درس نخوندی؟ نه اصلا. آب تحصیلات هم نداری؟ تحصیلات دارم بابا. چرا بابا من دانشگاه رفتم، دانشگاه کنکوریا رفتم. تو دانشگاه کنکوریا آره، رفتی؟ آره. نه قبلش جای دیگه هم بودی. چون من میدونم که آره، تو مسافرت زیاد رفتی. آره مالزی بودم، ایران بودم، آمریکا بودم، جای مختلف بودم. دانشگاه چی خوندی؟ دانشگاه اینفورماتیک. اون چیزه کامپیوتر بوده که اصلا رفتی به مهندسی اطلاعات. مهندسی اطلاعات. آره می‌خواستم برم تو وزارت اطلاعات نشد. وزارت اطلاعات کانادا. آره دیگه. آره. بعد ولی کاری که الان اینجا می‌کنی رفتی به اون درس که خوندی داری؟ آره دیگه. آره کار اصلی مثلا کار اینفورماتیک، کار کامپیوتر و وبسایت و کلا چیکارا می‌کنی؟ چیکارا نمی‌کنم بابا جان. چیکار نمی‌کنی؟ تعریف کن ببینم چیکار نمی‌کنی. آشپزی نمی‌کنم. آره چه کاری می‌کنی؟ چون تفریحات زیاد داری. ببین من عاشق تمیز کردن قارچم. این دسته الان من اینو ظرفت میدم قشنگ شروع کن تمیز کردن. خب ببین بابک جان اول از همه من اصلا خیلی دوست دارم که تو کار کمدی و تئاتر و شو انترتین چند تا میدی به من؟ خیلی کار داری آخر. قرمزت یا آبیت آخر سر جفتشو دادم که دعوت نشه. برو من قرمزت. تو کارهای هنری زیاد هستی؟ آره آره من کارهای هنری خیلی انجام میدم. کلا کارهای تئاتر خیلی دوست دارم. هم کارهای تلویزیون که داریم انجام میدیم با تلویزیون آوا برای علی جان شو. تئاتر عاشق تئاترم به زبان انگلیسی البته. مثلا کارهای شکسپیر من که از کاراتو دیدم. کارهای شکسپیر خیلی هم سخته حفظ کردنش. بله. با اومدم اذیتت هم کردم. نشستم اون ردیف اول شروع کردم پاپکورن خوردن. پاپکورن با آب نباتی که صدا میداد بود. صدای تو بود. دو سه تا لاین یادم بود. آره جان دست اومدی آره دیدم قیافت برگشت. ولی کارهای تئاتر انجام میدی؟ چون من دیدم کارهای خیلی جدی تئاتر انجام میدی. یعنی تئاتر کمدی نیست. آره کمدی نیست. خیلی کارهای جدی و مال شکسپیر و این حرفا. بعد دنبالشون هم میکنی الان یا فقط الان بیشتر دیگه تمام وقتم این آوا گرفت دیگه تلویزیون آوا. اینه که داری دروغ میگی چون تو رو میشناسم. من میدونم تو همه چی میگن همه فن حریفی. آره کارهای مختلف زیاد انجام میدی. بله کانستراکشن انجام میدم عزیز من. هر چی خواستی برات درست میکنم. اون لوله که پشت صندوق عقب بود واسه این بود. پلامینگ انجام نمیدم. پلامینگ انجام نمیدی؟ پلامینگ نه. خب زیرمیزی پلامینگم. خب درباره چیزای تئاتر صحبت کن. درباره چیزای ببین کارهای کمدی انجام میدم، استندآپ کمدی. البته اینا به زبان انگلیسی بیشتر. خب به زبان فارسی هنوز کار کمدی انجام ندادم. ببینم تو حالا استندآپ کمدی فارسی تو حالا فکرشو کردی انجام بدی؟ فکرشو کردم ولی یه خورده سخته. آره. ببین برای اینکه فکر کنم کمدی انگلیسی با کمدی فارسی خیلی فرق میکنه. ببین تو کمدی انگلیسی بعضی وقتا حرف زدن هم خنده داره، ولی تو فرنگی ما بعضی وقتا اون خنده نیست، بعد جوک بگی که مردم بخندن. نمیدونم جوک بگم مثلا میام میگن یه جوک بگو. آفرین.
بعد نباشه جوک تعریف کنه وقتی خنددار نیست. ببین کلا کمدی اینه که شما یه داستانی تعریف می‌کنی، این داستان قسمت‌های مختلف داره. بعد تو این قسمت‌های مختلف خب یه چیزای خنددار پیش میاد، بعد آخر سر هم یه پانچ لاین داره که بعد دیگه همه بخندن، مثلا آره. بعد چرا خنددار ایرانی سخت میشه اونها رو این سخت میشه آره. ولی خب دیگه من دوست دارم یالا یه روزی شاید آقا یه روزی شاید ما این شو کمدی رو به زبان فارسی اجرا کردیم. شو کمدی که برید قشنگ واسه همه فارسی بگید. ولی فقط خواهش می‌کنم تو ردیف جلو نشی. بیام وسط. من اول میشه با تخمه این دفعه. ماشی. ببینم غذا گفتی درست می‌کنی. من چرا من ماشروم خیلی دوست دارم پاک کنم. همین کاری کردم. صبونه خوب درست می‌کنی. من دیدم. صبونه‌های املت درجه یک. نه، کلا صبونه‌های مختلف. املت دونه‌شون. البته یه املت که جناب علی من یاد دادید، املت ژاپنی بود. آره، اون فرق داره. یک سال درستش کردم. ببینم غذا مورد علاقه چی حالا؟ مورد علاقه من مشروم که گوش بده بخورم کنید چه وضعیشه؟ اتفاقا ببین این کسایی که گیاه خورن بله. این میشه جای گوشتشون چون این خیلی پروتئین داره. بابک این یادته توی آلیس در سرزمین عجایب یکی نشسته بودیم بالا داشت خیلی آره، میکشید اومد پایین حالا یه چیزی رو مشروم جالب بادی حالا بعدا نشون میدم یعنی رو باید سریع باید پاک بکنی همه که پاک بکنی ازم یه سوالی قبلش کردی چه سوالی کردی؟ غذای مورد علاقه غذای مورد علاقه آره آره تحچیم و غذای هندی یادت تو اینترویو گفتم من دقیقاً تحچین و غذای هندی خوشم نمیاد. چرا؟ تو جدیداً تحچین و غذای هندی دوست داری؟ من عاشق تحچینم. با مرغ. زعفران هم تحچین فقط با مرغ دیگه چیز دیگه نه. باش با گوشت هم درست میکنه. اون دیگه تحچین نیست، یه چیز سرچینه. ببینم واقعا تحچین و غذای هندی دوست داری؟ عاشقم. مرغ کری اوف البته تحچین کری خوردی تو حالا تو نکنه هندی زندگی کردی نه خدا مالزی زندگی کردم اصلا همون طرفای زندگی کردی خیلی خوب بود انقدر بهم خوش خاطره خنده‌داری هم داری از اونجا یه جای دیگه خاطره خنده‌دار نه خاطره دارم نمیتونم بگم ولی بگو اتفاقا ما خوره بشنویم حالا قبل از اینکه خاطرات رو بگی وایس ما کاری که داریم می‌کنیم اینجا من دارم کروستینی درست می‌کنم کروستینی تیکای باگت خب که خیلی نازک می‌بری و ما یه لایه روش مربای فیک چی میشه فارسی؟ فیک میشه انجیر. انجیر. مربای انجیر یه مقدار میذاریم روش، یه مقدار بلو چیز خوب. و خود انجیر هم میذاریم توش، این میشه استارتر. یکی از راحت ترین هاست. بلو چیز. بلو چیز آره. بلو چیز هم خیلی پنیر خیلی قویه که خوب. یه بوی خیلی مخصوصی داره، یه طعم خیلی مخصوصی هم داره و خیلی هم شوره. و خاکی بود واقعا. همینا رو داری تمیز می‌کنی. همینا رو تمیز می‌کنی. این بلو چیز. خب این بود. خب حالا آره. بلو چیز خوبیش چیه؟ چه خاصیتایی داره؟ بلو چیز یکی از خاصیتش من نمیدونم. خاصیتش رو تو اینترنت پیدا کن. ولی توی کوکینگ به خاطر اینکه خیلی بوی زیادی داره، زیاد چیزای دیگه بهش اضافه بکنی. نیازی نیست. این داریم یه خود کره روش می‌ذاریم، می‌ذاریم تو فر که اینا یه مقداری توست بشه، بعد اون داستانه بقیه‌اش می‌ذاریم روش. بلو چیز. خب آره. چی شد که علاقه پیدا کردی که بری تو تلویزیون؟ ببین بعضی چیزا وقتی به یه چیزی تو علاقه داشته باشی، هر روز فکر شو بکنی برات پیش میاد. این من بهش اعتقاد دارم به این موضوع. تو خیلی به این کار دوست داشتی، یعنی واقعا دوست داشتی یه روزی بری این کارو بکنی. البته من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که مثلا یه روزی یه شو تاک شو به زبان فارسی تو تلویزیون ایرانی شهر مونترال مثلا توی تلویزیون یه شو داشته باشم. این واسه به فکرم نیومده بود هیچ وقت. میفهمم چی میگی. خب یه بار با من تماس گرفتن تلویزیون آوا، تازه داشت تأسیس میشد. بچه ها میدونستن من کمدی انجام میدم، از من خواستن که بیام شوی کمدی انجام بدم. البته من گفتم که من روشو بخوام کمدی فارسی زیاد نمیتونم انجام بدم، ولی خب میتونم تاک شو درست کنم اگه دوست داشته باشین. خلاصه که از اون موقع شروع شد دیگه. ببین یه خاطره جالب ازت یادم اومد. از من؟ آره هیچ ربطی هم به این چیزا که گفتی نداره. ببینم ایکس ریدت که نیست. نه ایکس ریدت نیست. اصلا ایکس ریدت خاطره اصلا ندارم من. چه خوب خوب آره شکر. خاطره اون زمانی که یه چیزی برنده شد توی ورزش تو ایران. آها آره یادم میاد چیه؟ بله یادمه. اون رو تعریف کن. خب من وقتی جوون بودم، البته الانم هستم ها، پیر نشدم ولی جوون تر بودم. اگه راست میگی کلاهتو در بیار. اصلا چنین کاری نمی‌کنم. خب بگو یکی طلبه. آره. خب بگو رفته بودی دیگه. من موقع میدویدم، من دونده بودم، خیلی دوست داشتم. نه درست توضیح بده. تو دونده نبودی، قهرمان دو بودی که چند تا مدال داری. آقا با هر ایرانی تو صحبت کنی میگن قهرمان یه چیزی بودن. من علکی بودن تو اتاق؟ نه درست بودن. اونا همه پس مداله، مدال و لوح و این چیزا. آره لوح تقدیر و اینا. ولی یه دفعهش یه اتفاق جالب افتاد. یه دفعه برای استان اون موقع 15 سال پیش بود. 16 سال پیش. شهرداری تهران مسابقه دو میذاشت. خب هر منطقه یه مسابقه دو داشت، دو استقامت، مثلا 5 کیلومتر باید میدویدیم. من میرفتم میدون محسنی، بعد میرداماد رو میدویدم تا بالا، میمدم پایین. بعد انقدر هم تون میدویدم تا من رسیدم نصف راه، مثلا تازه بقیه دارم میان. خلاصه من همیشه برنده میشدم اون مسابقه رو. بعد خبر رو تون میدویدی. تون میدویدم. آره. مثلا منو ول کنی میرم همینطور. آره آره. خلاصه چی دیگه، من رفتم فینال مسابقه کل شهرداریای تهران. برو کلا. خب حدود اصلا فکر کنم 500 نفر تو مسابقه بودن. پارک ملت اون دور و بر مسابقه. خلاصه آقا ما شروع کردیم دویدن،
بعد فکر کنم نفر هفتم تموم کردم از مثلا 500 نفر. 500 نفر شدی هفتم؟ آره از 500 نفر شدم هفتم. خلاصه دیدم که گفتم که نه دیگه تموم شد، من سکه رو گرفتم. سکه، مدال، یه چیزی. آها هفتم شد اون رو بهت دادن. آره نه حقته. بابا از اول تا دهم یه چیز دادن. آها همه رو یه جور دادن. من فکر کنم به اونا خاله خورده ترش برمی‌داره. بگو بگو. خلاصه چی دیگه، ما رو گذاشتن اونجا تلویزیون و همه اومدن داشتن جایزه میدادن. خلاصه جایزه منو دادن، دیدم جایزه هم میخوره نرمه. این مدالی کادو کرده بودن. کادو کرده بودن جایزه. خلاصه کادو رو باز کردم دیدم یه حوله به من داده. خیلی بده ها، بری تمرین بکنی، بری بدویی، قهرمان بشی، جزو تاپ 10 خب، من بهت حوله بدم. حالا بری اون حوله رو بعد قاب می‌کردی می‌ذاشتی دیوار. من حوله رو اتفاقا رفتم شستم رنگش رفت. قلابی هم بود. ماشین ما رو پاک کن. بابا پاک کردم. داری حرف می‌زنی یاد بگیر. من اینو من نه اونا رو نمی‌خوام. اونا همونجوری کثیف می‌خوره، همینجوری لذت می‌بره. اونا که روی چیزا رو اینا رو من پاک کنم. آره همه رو پاک کن. ببین ما اینا رو نمی‌خوام. خب اینا رو ولی واسه استاک میدرسه، واسه سوپ. واسه سوپ؟ آره مثلا این من حالا یه من دقیقاً چجوری باشه بخواه این برش درست آره. کنم. خب بابکجان حالا برای ما میخوای چی درست کنی الان؟ خب ببین این اون باگت هایی بود که گذاشتیم توی یه مقدارم روش من کره گذاشتم. خب الان میخوام روش یه مقداری مربای انجیر بذاریم. خب من حالا مربای انجیر نخوردم. من هم اتفاقا نخورم قبل از اینکه این غذا رو درست بکنم. راست میگی. آره بعد یه مقداری هم روش پنیر آبی بلو چیز و روش هم خود انجیر رو میذاریم. این یه سالاد خیلی سریعه. روش چیزای دیگه هم میشه گذاشت. یه مقدارم روغن زیتون روش میذیم درست میشه. انجیر رو خب انجیر انجیری که ما تو ایران میخوردیم خیلی رسیده و خیلی مزه‌های خوب داره. درسته. اینا زیاد نداره. ما الان امروز نمیرسیم این کار انجام بدیم، ولی اینو میتونی یه مقداری بذاری تو حالت مایتابه. درسته. یه مقدارم شکر بهش اضافه بکنی، یه مقدار خیلی هم کم آب شیرینش بکنی، یعنی بپزیش هم یه خود پخته شه هم یه مقدار شیرین بشه. خب اینو به عنوان آنتره. آره اینو به عنوان آنتره هست. یه مقدار اینجوری میکنی. خب اینو میذاری روش، یه مقدارم پنیر، روغن زیتون و این بعد بالزامیک. به فارسی میدونی چی میشه بالزامیک؟ سرکه بالزامیک. سرکه بالزامیک می‌ریزی و عالی میشه. ببین چیزایی که شیرینن با چیزایی که نمک دارن خب خیلی راحت میشه با هم خورد و خیلی مزه خوب میده. چیزایی که شیرینن و چیزایی که مقدار نمک دارن. حالا اینو مثلا با چه غذایی میشه سرو کرد؟ مثلا قبل از چه غذایی؟ هر چیزی. مثلا همین غذایی که امروز می‌خوام درست بکنیم. مثلا با استیک میشه اینو سرو کرد؟ نه. آره ولی استیک وقتی میخوای بخوری دیگه نون و این چیزا زیاد هم قبلش بخوری، ولی این واقعا چیز آسونه. ببین چیزی که درباره این مهمه اینه که خوب. در از 3-4 دقیقه میشه درستش کرد. خیلی هم چیز جالبیه. خیلی چیز جالبیه. میتونی بذاری سردم نمیشه، خرابم نمیشه. خوب. حتی میتونی از قبل مقدار درست کنی بذاری توی یخچال موقعی که مهمون اومدن بذاری جلوشو. میدونی چی میگم؟ چیزی که اینجا هست نگاه کن. خب یه مقدارم روش از این انجیرا میزنی. حالا یه مقدار این زیاد شد مثلا روی این مقدار میزنی. مخلوط کردن یه چیزی که میگم با نمک و شکر خیلی معمولا خوشمزه در میاد. کاری که میکنی الان خب یه مقداری بهش نمک میزنی. آه نمک. این نمک مخصوصه یا نمک؟ نه این نمک دریایی. نمک دریایی. آره. سی سالت. خب سی سالت بسیار عالی. آره. بقیهشو پروسس میکنن، بلیچ میکنن که سفید بشه. خیلی خوب میزی. این طبیعی، این فقط خوردش کردن. خب یه مقدار خیلی خیلی کم شکر میزی. خب آه شکر با نمک. آره. این بهترش اینجوری بود که موقعی که داریم انجیر رو درست میکنیم اون موقع شکر بریزی که خود انجیر شیری بشه. خب یه مقداری هم خیلی کم روغن زیتون. خب من یه دونه از این ترای کنم. این از پرسینی انجیر. آقا شما هم برگربان شما خواهش میخواییم. این پرسینی انجیر با در پنیر آبی. آبی. خب الان این چیه دقیقا نموکی. یعنی من همه چی دارم مزه میکنم. خیلی خوشمزه است بابا. من که خیلی راضی ام. خب نوش جان. بریم غذا بعدی. غذا بعدی. غذا بعدی و سخته. غذا بعدی سخته که هیچی من هیچ وقتم توبم درست نکردم. اینو الان به من میگی؟ آره. الان بعدی چجوری درستش بکنیم؟ من حالا اینو چجوری توضیح بدم آقا؟ هیچش کار نداره، فارسی کار نداره. آماده ای؟ آره. برو بریم. بریم.